رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قضایی با تشکر و قدردانی از جامعه پزشکی و رسانه‌ای کشور خطاب به دادستان‌های سراسر کشور گفت به احتکار کنندگان اقلام بهداشتی و دارویی رحم نکنید. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با اشاره به سوء استفاده برخی از بیماری کرونا در کشور گفت دشمن همه شبکه‌های خبری خود را بسیج کرده تا در میان مردم دلهوره و اضطراب ایجاد کند. رئیس دستگاه قضا گفت عده‌ای هم تلاش می‌کنند شایعه سازی کنند. رئیس قوه قضاییه دسته سوم را سودجویان و محتکران خواند که به دنبال سوء استفاده از وضع و احتکار کالاهای بهداشتی هستند. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با اشاره به برخورد دستگاه‌های مختلف با این پدیده گفت این روزها تولید افزایش داشته اما در بخش توزیع مشکلاتی وجود دارد که باید برطرف شود. رئیس قوه قضاییه خواستار نظارت بر شبکه توزیع شد تا سوداگران فرصت سوداگری پیدا نکنند. رئیس دستگاه قضا تاکید کرد قوه قضاییه با متخلفان و محتکران به شدت برخورد خواهد کرد. من توصیه‌ام به دادستان‌های سراسر کشور اینه که کسانی که در این عرصه‌ای که مردم نیاز دارن به این کالای پزشکی تولید هم شده اومده تو بازار اما افراد احتکار میکنن به هیچ عنوان به اینها نباید رحم کرد. باید حتما برخورد عبرت‌آموزی با اینها صورت بگیره به نحوی که افراد دیگه بدونن که ما مسئله نیاز مردم، سلامت مردم، امنیت مردم برای ما بسیار اهمیت داره و با هیچ چیزی قابل معامله نیست. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی همچنین به وضع زندان‌ها و بحث پیشگیری از کرونا اشاره کرد و گفت این موضوع با همکاری وزارت بهداشت در آستانه عید در حال پیگیری است. در این موقعیت که در آستانه سال نو هستیم ما هر ساله مرخصی داده میشد به زندانی ها. ما این رو در زمان زودتری اعلام کردیم که زندانی های بیشتری با یک وسعتی در شامل افراد بیشتری بشه و بتونن افراد بیشتری از این مرخصی بهره مند بشن که خبری که من دارم تا امروز هم هزاران افراد شاملشون شده این بخشنامه و از مرخصی دارن استفاده میکنیم. ما امیدواریم که انشالله این حرکت در باز اجتماعی شدن زندانیان نقش مهمی داشته باشه و هم بتونه بهداشت زندان رو برای اون تعدادی که امکان مرخصیشون نیست کاملا تضمین بکنه. مدافعان وطن در کنار مدافعان سلامت آماده خدمت به مردم. وزیر بهداشت و فرمانده نیروی انتظامی در نشست مشترک ستاد مقابله با کرونا ضمن بررسی کارهای مشترک انجام شده برای هم‌افزایی بیشتر در مقابله با ویروس کرونا تصمیمات جدیدی گرفتند. مدافعین وطن در کنار مدافعین سلامت آماده خدمت به مردم عزیز هستند. ظرفیت هایی که ما داریم مثل عزیزانمون و تجهیزاتی که در یگان ویژه داریم که میتونن برای ضد عفونی کردن مراکزی که مورد نظر هست وارد عمل بشن و روز گذشته هم گوشه ای از این آمادگی رو ملاحظه فرمودید. خب ظرفیت بسیار خوبی هست در یگانهای ویژه ما و در نیروی انتظامی که اعلام کردیم در خدمت وزارت بهداشت هست. سردار اشتری از برخورد پلیس فتا با افرادی که در تلاش هستند تا فضا را مسموم کنند هم خبر داد. وزیر بهداشت هم از تدابیر جدید و همکاری‌های جدید با پلیس سخن گفت. کنترل ترددها که از طریق پلیس راهور و عزیزان ما در ناجا قرارد محدودیت‌های سنگین‌تری رو ما اعمال کنیم در ورود به شهرهای آلوده و خروج از شهرهای آلوده و بعضی از نقاط کشور دارن کمک می‌کنن. و بحث آخری که اشاره فرمودن سردار در رابطه با برخورد با سودجویان و افرادی که در این شرایط که همکاران ما دل به آب و آتش زدن و در درون بیماری دارن خدمت میکنن به بیماران، احتکار میکنن، سودجویی میکنن، کمک عزیزان در کشف این انبارها و بازگشاییش و روان کردن اونها به سمت مردم و کسایی که نیازمندن کمک بسیار موثری.
بسیج شرکت‌های دانش‌بنیان برای مقابله با کرونا در کنار جهاد بزرگ پرستاران و پزشکان مراکز درمانی برای شکست دادن بیماری کرونا، محققان و پژوهشگران کشور هم در حال تلاش هستند تا با تولید کیت‌های تشخیص و همچنین ارائه روش‌های بهبود مبتلایان گام‌های بیشتری برای پیروزی بر کرونا منحوس بردارند. برای همین منظور تعدادی از شرکت‌های دانش‌بنیان به کمک وزارت بهداشت و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور طرح‌هایشان را برای طراحی و تولید کیت‌های تشخیصی ویروس کرونا به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارائه کردند. 50 شرکت اعلام آمادگی کردند برای اینکه کیت بسازند. ما از بین این 50 شرکت احتمالاً به 5 شرکت برسیم که بتونن در سریع‌ترین زمان با بالاترین کیفیتی که رقابت کنه کاملاً با موارد خارجی و مورد تایید سازمان غذا دارو باشه حمایت کنیم که کیت‌ها رو قبل از این که کیت‌های اهدایی و خارجی پایان پیدا کنه کیت داخلی در بازار موجود باشه. سخنگوی هیئت دولت نشست خبری خود را به دلیل بحث مهم پیشگیری از کرونا به صورت ویدئو کنفرانسی برگزار کرد. آقای ربیعی در این نشست از تصمیمات دولت برای جبران زیان‌های فضایی کسب و کار و حمایت از قشرهای مردم در هیئت دولت از جمله تشکیل ستادی با مسئولیت وزیر اقتصاد و همچنین تعویق سررسید پرداخت اقساط وام‌ها و مالیات‌ها خبر داد. برای کاهش فشار به مردم تصمیمات حمایتی اتخاذ شد. از جمله مقرر شد سررسید اقساط وام‌های مرتبط با کسب و کار و کسب و کارها و برخی دیگر از وام‌ها حداقل 2 ماه به تعویق بیفتد. این موضوع فردا در شورای عالی پول و اعتبار مطرح خواهد شد و تصمیم نهایی در این خصوص اتخاذ می‌شود. همچنین قرار شد درباره استمهال بدهی‌های مالیاتی و فعالین اقتصادی تسهیلاتی ایجاد شود. اگر منع قانونی در آن بود در جلسه فردای سرانس قوه هم پیش بینی شده که تصمیم گیری شود. همچنین مقرر شد درباره تشکیل مجامع شرکت‌های بورسی و حل مشکلات بیمه‌ای تا آخر هفته تصمیمات حمایتی اتخاذ شود. از جمله مسائل دیگر مطرح شده هزینه درمان بیماری برای مردم بود که مقرر شد بیمه سلامت آن را متقبل شود و در این خصوص هم به مردم خصوصا طبقات آسیب پذیر فشاری وارد نخواهد شد. رفع ممنوعیت واردات و لغو سود بازرگانی برای کالاهای مرتبط با کرونا و اعمال محدودیت صادرات در این رابطه به وزارت صمت واگذار شد. همچنین وزارتخانه‌های سمت و بهداشت گزارش دادند که برای رفع کمبود اقلام بهداشتی 107 مجوز جدید راه‌اندازی و تغییر کاربری برای تولید مواد ضد عفونی صادر شده است. طبق گزارشی که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارائه دادند تولید ماسک‌های نانوی N95 مخصوص پرسنل بیمارستانی تا پایان هفته به روزی 300,000 عدد خواهد رسید. سخنگوی دولت همچنین گفت تعطیلی مدارس تا روز پنجشنبه تمدید شده و برای هفته آینده نیز روز پنجشنبه تصمیم گیری خواهد شد. قطعا شیوه‌ای که سازمان صدا و سیما اتخاذ کرده و من همینجا از طرف دولت از سازمان صدا و سیما سپاسگزاری می‌کنم که برای آموزش تدابیر لازمی رو صورت دادن و همینطور آموزش از راه دور که قبلا تدبیر شده بود از این طرق هم آموزش‌های ما صورت خواهد گرفت. سخنگوی دولت با بیان اینکه ایران از تمام ظرفیت‌های خود برای پیشگیری، کنترل و درمان بیماری کرونا و ارائه خدمات به مردم استفاده کرده است، افزود با همکاری و همدلی مردم نه تنها این بیماری عظیم را پشت سر خواهیم گذاشت، بلکه در پسا بحران کرونا سطح سلامت و جمعیت کشورمان را هم ارتقا می‌دهیم.
بانک‌ها در اوضاع کنونی به صاحبان کسب و کار کمک می‌کنند. بانک مرکزی که دیروز در اطلاعیه‌ای از بانک‌ها خواسته بود با توجه به تاثیرگذاری مسئله کرونا بر برخی کسب و کارها و درآمدها با مشتریان خود در خصوص اقساط پرداختی آنها همراهی کنند، همانطور که سخنگوی دولت هم گفت، اعلام کرده قرار است فردا نحوه مساعدت بانک‌ها به صاحبان کسب و کارها در شورای پول و اعتبار بررسی شود. بانک مرکزی برای کاهش مراجعات مردم به بانک‌ها هم علاوه بر افزایش سقف انتقال وجه کارت به کارت به 5 میلیون تومان و امکان برداشت روزانه تا 500 هزار تومان اعلام کرده، تعداد تلاش‌های متوالی ناموفق رمز دوم در هر شبانه روز به 5 بار افزایش یافته است. امکان تمدید تاریخ انقضاء کارت‌های بانکی بدون نیاز به مراجعه حضوری مشتری به مدت 3 ماه از تاریخ انقضاء از دیگر اقدامات بانک مرکزی است. این پولایی که حالا هر روز دست به دست می‌کنین، شما فکر نمی‌کنین مقدار آلوده است چجوریه؟ بله قطعاً جزء آلوده‌ترین در واقع اشیا محسوب میشه پول، اسکناس و شک کاغذی. برای همین هم این امکان قرار داده شده که سقف انتقال افزایش پیدا کرده تا حداقل برخورد مردم و مشتریامون با این اسکناس انجام بشه. پیشگیری فرد به فرد و همدلی اجتماعی بزرگترین سلاح این روزهای ماست در جدال با کووید 19. بسیج همگانی که در مقابله با کرونا شکل گرفته، حالا یکی از بهترین تجویزهایش ماندن در خانه است به عنوان امن‌ترین جا، چه برای پیشگیری و چه برای درمان. همراه میشیم با همکارم در استودیوی ویژه مهار کرونا. آقای حیدری سلام و خدا قوت بفرمایید. سلام خانم حسینی به شما و همینطور سلام به بینندگان عزیز خبر نیمروزی. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که رئیس ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا هم هست، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رو به عنوان رئیس کمیته اطلاع رسانی و مدیریت جو روانی جامعه ستاد ملی مبارزه با کرونا منصوب کرد. وظیفه آقای صالحی مدیریت جو روانی کشور و مقابله با شایع پراکنی های مغرضانه و ایجاد سازوکارهای مناسب برای آگاهی جامعه است. به سراغ ستاد مقابله با ویروس کرونا میریم. خانم ظرافت سلام بر شما، از تازه ترین خبرها و اطلاعات ستاد برای بینندگان ما بگید. بعدم خدمت شما آقای حیدری و بینندگان عزیز اخبار نیمروزی سلام و روز بخیر عرض میکنم با آرزوی سلامتی برای هموطنان عزیزمون. خبری که من میخواستم اعلام کنم این که وزارت بهداشت امروز اعلام کرد 1200 مرکز درمانی و بهداشتی به صورت شبانه روزی فعال هستند تا به مردم کمک کنند و مبتلایان را پذیرش کنند. امروز ما در خدمت جناب آقای دکتر رئیسی، معاون بهداشت وزیر بهداشت و درمان هستیم با آخرین آمار و اطلاعات بهبود یافتگان و مبتلایان. آقای دکتر در خدمت شما هستیم، بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت همه هموطنان عزیز و آرزوی سلامتی و بهروزی دارم برای همه عزیزان. خب آخرین آماری که من اعلام کنم خدمتون، ما 523 مورد ابتلا قطعی جدید داریم و متاسفانه 12 نفرم فوتی داریم تو این زمینه. مجموع مثبت هایی که تا الان از اول تا الان داشتیم به 1501 نفر رسیده و مجموع فوتی ها هم متاسفانه به 66 فرد رسیده که فوت شدن و خوشبختانه 291 نفر با حال عمومی بسیار خوب که کرونا مثبت بودن مرخص شدن و در مجموع استانهای تهران، گیلان، قم بیشترین ابتلا رو داشتن. اما نکته‌ای که تو این روند حائز اهمیت هست، خوشبختانه ورودی‌های بیمارستان‌های قم و گیلان با خروجی‌ها تقریباً داره یکسان میشه و این
خبر خوبی هست که تو سطح کنترل داریم نزدیک میشیم. البته همچنان این دو تا استان بیشترین ابتلا رو دارن و بعد بیشترین مواظبت رو بکنن، همچنین استان تهران و سایر استان ها. در مجموع از 7280 موردی که تا حالا به بیمارستان به دلیل کرونا و احتمال کرونا و مشکوک به کرونا بستری بودن، حدود 4312 مورد که علائمشون شبیه کرونا بود تست گرفته شده و از این تعداد 1501 تا حالا مثبت بوده. ما خوشبختانه الان 24 آزمایشگاه رو در سراسر کشور فعال کردیم. آزمایش‌ها به روز رسیده. الان انستیتو پاستور روزانه تا 1200 تست رو میتونه انجام بده و این معنیش اینه که ما الان تستامون به روزه و خیلی سریع میتونیم پاسخ بدیم. یه نکته ای که حائز اهمیت هست در مورد استان‌ها، این 24 آزمایشگاهی که در سطح استان‌ها راه اندازی شده آزمایش‌های غربالگری رو انجام میدن. اگر فردی باشه که علائم مشکوک داشته باشه با غربالگری مثبت، اقدامات حمایتی درمانی براشون انجام میشه و نهایتا این تستا برای تایید نهایی به تهران ارسال میشه و از تهران ما نتایج کامل و قطعی رو میگیم. اگر در بعضی از استان‌ها اظهار نظری میشه در ارتباط با اینکه این تعداد مثبته و با آمار وزارت بهداشت درمان بعضی موقع همخوانی نداره، علتش اینه که اونها بر اساس پروتکلی که دارن غربالگری ها رو انجام میدن و اقدامات رو انجام میدن. من یه نکته بسیار مهم رو میخوام برای هموطنان عزیز تاکید بکنم. دو تا عدد 80 رو باید در نظر بگیرید. 80% افرادی که کرونا مثبت هستن واقعا نیاز به بستری ندارن تو بیمارستان. 82% هم اینه که 80% اونایی که تو بیمارستان بستری هستن بهبودی پیدا میکنن و مرخص میشن. این به این معنی نیست که ما اقدامات حفاظتی و اون نکاتی که وزارت بهداشت درمان مرتبا داره گوش زد میکنه رو نادیده بگیریم، بلکه من میخوام بگم که بعضی موقع این هجومی که به بیمارستان آورده میشه اگر یه خورده بتونیم راهنمایی کنیم افراد و اطمینان بخشی بکنیم، قطعا از ورودی بیمارستان ما خیلی کاسته خواهد شد. و از هموطنان عزیزم به جد خواهش میکنم که هم دستورات بهداشتی رو مورد نظر قرار بدن، هم حضور در مجامع و تجمعات رو پرهیز بکنن، از رفت آمده غیر ضرور به شدت پرهیز بکنن، از سفرها به شدت پرهیز بکنن و نکات بهداشتی و ایمنی رو رعایت بکنن. من در خدمتتون هستم، اگر سوالی دارید از جناب آقای دکتر بپرسید. خیلی متشکرم سرکار خانم ظرافت، خبرگزاری صدا و سیما و آقای دکتر رئیسی، معاونت بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. مواد بهداشتی و ضد عفونی کننده با قوت تمام در نقاط مختلف کشور و در شرکت‌ها و کارخانه‌های تولید کننده مواد بهداشتی در چند نوبت کاری داره تولید میشه و خطوط تولیدی به این محصولات اختصاص پیدا میکنه، اما توزیع مناسب اونها هنوز جای بحث زیادی داره. خبرنگار ما در آذربایجان غربی به سبک خودش موضوع رو پی گرفته. بعد از اینکه در چند روز گذشته از تولید الکل و مواد ضد عفونی کننده در استان مطمئن شدیم، امروز قرار بر این شد که چرخه توزیع رو بررسی کنیم. کار از اینجا شروع شد. انجمن داروسازان آذربایجان غربی. دارید تحویل میدید؟ بله، داروخونه‌ای که تحویل نگرفتن. امروز می‌خواد ما این تحویل بگیرید. بله، تحویل بگیرید. برای مردم پخش کنیم. داروخونه‌ای ارومیه اسپری ضد عفونی دست 500 سی سی داده شده. بریم ببینیم اوضاع توزیع در داروخونه‌ها چطور. آره، هر کی بخواد دیش تحویل میدید دیگه. نه؟ گرفتی سو؟ بله. مشکلی نداشتی که برگرفتن؟ نه، برگرفتن مشکلی نداشت. الان
دقیقاً چند تا کارتون دارید شما؟ تعداد 58 کارتون 700 عدد. با اطمینان از توزیع در این داروخانه سراغ داروخانه بعدی رفتیم. اما این بار دوربین مخفی. اجازه دادیم که کارتون ها وارد داروخانه بشن. و بعد همکارامو به عنوان مشتری فرستادم. برای اطمینان بیشتر بار دوم هم یکی دیگه از همکارامو فرستادم. و باز در کمال تعجب همان جواب نداریم. الان میخوایم بریم ببینیم که واقعا چرا میگن. همین الان همکار ما اومدن گفتیم نداریم. اینا رو گذاشتیم رستوران بلسی گفتن به ما بدین مثلا با لیتر بالا. 5 دقیقه سوردیم. 5 دقیقه باشه، همون 5 دقیقه که مقدمه تشریفات نمیخواد. اول اجازه دادم که شما وارد بکنید وارد مغازه، یه 5 دقیقه هم وایستادم که شما کارتون انجام بدید، بعد همکار ما فرستادم، ولی بازم شما بهش گفتید ندارید. عرض کردم ما باید ببین، و حتی به همکارم نگفتید که اجازه بده فعلا یه برو یه نیم ساعت دیگه بیا. ما چی نوشتیم؟ چی نوشتیم؟ موجود نیست. یعنی هر موقع شما خب بعد همون لحظه بردارید. خب به همکار من میگفتید بعدن بیا، نیم ساعت دیگه بیا. شما گفتید کلا نداریم. اصلا بهش نگفتی که الان دارید. بخوایم این کارو بکنیم نیم ساعت همش میره. چه اشکال داره؟ داستان دوبی مخفی رو در داروخانه بعدی ادامه دادیم و خوشبختانه این بار همه چی خوب بود. اینا همکاره منن. من فرستادم ببینم میدیدش یا نمیدید. بله بله دادیم دیگه، یه دونه بهشون. دست شما در نکن. میتونستیم پیدا کنیم، حالا امروز از اینجا که رد شدم دیدم هست داره. مشکلی نداره که؟ نه نه. چند روز دنبالش بودی؟ فکر کنم دو هفته. امروز دومین روز از توزیع بود و این روند طبق اعلام دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی در تمام 350 داروخانه استان ادامه خواهد داشت. یک همت میخواد که از این روزای سخت بگذاریم با هم و در کنار هم. امید شکریزی، خبرگزاری صدا و سیما، ارومی. بدیهیه که هر سرفه و گلودردی نشانه کرونا نیست، اما اگر ابتلا به این موارد احتمالاً باعث دغدغه شما شده یا سوالاتی درباره این بیماری دارید، میتونید با شماره 1666 مرکز پاسخگویی سازمان بیمه سلامت تماس بگیرید. از وقتی پای ویروس کرونا به بعضی از شهرها باز شده، سوالات مختلفی درباره پیشگیری و مقابله با این ویروس برای مردم ایجاد شده. خدمتون داشتم این که ما که حالا همه چی از بیرون میخواییم ضد عفونی میکنیم، پنیر رو شکار کنیم. تب کردیم که دو سایی زخیم گلودرد رو داشتم، ولی رفتم دکتر خوب شدم. بعد از اون سرفه الان دارم. امروز به مرکز 1666 در بیمه سلامت اومدیم، جایی که جمعی از پزشکان و پرستاران پاسخگوی سوالات مردم در مورد کرونا هستند. حدود 130 خط به این سامانه اضافه شد که پاسخگوی مردم باشه در شبانه روز. ما در هر شیفت جز شب که 11 شب تا 8 صبح هست، در دو شیفت 8 صبح تا 4 بعد و 4 تا 12 شب حدوداً 50 نفر حضور دارند که ترکیبی از پرستاران عزیز هستند، پرستاران کارآزموده و پزشکان عزیزمون، پزشکان عمومی که حضور دارن و سوالات مردم رو پاسخ میدن. یکی از سوالات پرتکرار علائمه که اگر به درستی نشناسیمشون باعث نگرانی میشه. بیشتر سوالاتی که میپرسن راجب این که علائم آنفولانزا چیه و کرونا، میخوان تشخیصش رو بدونن. برای تشخیص میگیم که خب عمدتاً تب و قطعا دارن کسایی که کرونا، تب رو به افزایش رو دارن، یعنی همینطور تبشون افزایش پیدا میکنه، تنگی نفس رو دارن، تنگی نفسشون هم به صورت اینه که پیش روند است. خیلی از افراد خوشبختانه این علائم رو ندارن و با علائم سرماخوردگی اشتباه میگیرن. ضد عفونی سوتو هم دغدغه
این روزهاست. یک واحد وایتکس به علاوه 50 واحد آب استفاده کنن، رقیقش کنن و روی سوتو ازشون استفاده کنن. سوتویی که بیشتر پرتماسه، مثل دستگیره های در کلید پریز های برق یا مثلا کنترل و سوتو آشپزخونه. تنور شایعات هم حسابی داغه و باعث شده روح و روان مردم به هم بریزه و زیادی دچار استرس بشن. میگفت من تو دامداری کار میکنم، به گوسفندام دست نزنم چیکار کنم؟ بعد یکی زنگ زد میگفت کف سرم میخوره چیکار کنم؟ اصلا سوالا هر جور سوالی بگین وجود داره. ربطی هم به کرونا نداره. نه هیچ ربطی. مردم در مورد لباسهای بیرون از منزل هم کلی سوال داشتن. وقتی که وارد منزل میشن اون لباسهایی که از بیرون بوده رو جدا از لباسهای دیگه بذارن، لباسهای مثلا خانه و لباسهای منزل در یک جا نباشن. ویروس کرونا شهر و روستا، کارمند و کارگر نمیشناسه و باید هممون جدی بگیریمش، وگرنه مجبوریم حالا باهاش دست و پنجه نرم کنیم. سوالات زیادی راجع به ویروس کرونا در ذهن مردم ایجاد شده. پاسخ به این سوالات میتونه تا حد زیادی از استرس ها و نگرانی های مردم بکاهه. امیر نوایی، خبرگزاری صدا و سیما. رعایت نکات بهداشتی برای پیشگیری از شیوع کرونا در مشاغلی مثل نونوایی هایی که با تغذیه مردم به شکل مستقیم ارتباط داره بسیار بسیار ضروریه. با رعایت چند نکته بهداشتی در نونوایی ها میشه اطمینان داشت که نون سلامته، از جمله در بحث نحوه گرفتن نون، گرفتن پول یا استفاده از کارتخون ها و حمام کردن بعد از اتمام کار روزانه. گزارش خانم خدادادی رو ببینید، نکات خوبی در این زمینه داره. رعایت نکات بهداشتی برای پیشگیری از شیوع بیماری کرونا الزامی است. برخی از مشاغل هستند که به طور مستقیم با تغذیه مردم سر و کار دارند، مثل نانوایی ها. معمولا به مشتریامون میگیم خودشون نوناشونو بردارن. لباس تمیز بپوچیم. شستشو رو دست رو زیاد میکنیم، ماسک میزنن. چی کار میکنید که مثلا بهداشت رعایت کنید؟ من فاصله مو رعایت میکنم، مثلا اونور نمیام کلا. بعد دستام مرتب با آب صابون میشورم. خمیر رو بزنیم دستامون رو میشوریم، باز کارمون که تموم شد باز دوباره دستامون رو میشوریم و محلول هم که داریم شستشو میدیم دیگه. ما دستکش هم دستمون کردیم، بعد ماده الکل هم گذاشتیم برای مشتری. الان شما هم نونو میارید هم که نونو پولو دریافت میکنی؟ آره خب با این دست ما پول میگیریم، با اون دست دیگه با این دست ما نون در میاریم. نکات بهداشتی چجور رعایت میکنی شما؟ من به هیچی دست نمیزنم، میبینی دست من؟ من فقط نون و پول و من میگیرم. چجوری پول رو از مردم میگیرید؟ از کارتخان استفاده یا بیشتر پول نقده؟ کارتخانه میشوریم دیگه، از تنوک درمی الان دیدی رفتم دستامو شستم اومدم نونا رو بردارم بدم به مشتری. اما نظر کارشناسان بهداشتی در این زمینه، دستکش باید استفاده بکنه. کسی که نون رو تحویل مردم میده فقط این کار رو انجام بده، پول رو از مردم نگیره. توصیه ما استفاده از این پوزهای بانکیه، یعنی خود مردم یک پوز در دسترس مردم بگذارن، خودشون پوز رو بکشن. البته خیلی از نانوایی الان دارن این کار رو میکنن. اصلی ترین راه جلوگیری از شیوع ویروس کرونا رعایت بهداشت فردی. شما برای خرید نان چه نکات بهداشتی را رعایت میکنید؟ من رعایت میکنم. برای نون خریدن چیکار میکنم؟ ضد عفونی کردم، اومدم نونامو گرفتم، بعدم میذارم تو کیسه. این دستکش که الان دستم در بیارم، بعد نونو بذارم توی کیسه پلاستیکی تمیز که آوردم. آها شما برای خرید نون از پول نقد استفاده کرد؟ بله دیگه متاسفانه. نمی‌کنی یکی از راه‌های شیوع این بیماری همون پول نقد هست؟ یه چاره نیست، مجبوریم. یه موقعی کارت همراه نیست، پول نقد. ما سعی می‌کنیم از کارت استفاده کنیم. به خودم اجازه نمیدم دست به نون کسی بزنم، شاید دست من تمیز نباشه. من نونو با میله میده، بنابراین مشکلی نداره، دست نمیزنه اون برون، پولم کسی دیگه میگیره. گفته میشود با گرمای تنور ویروس از بین میرود، اما نان بعد از خارج شدن از تنور باید با رعایت نکات بهداشتی عرضه شود. ویروس گیرایش خیلی زیاده، ولی خیلی جاها ضعف هم خیلی داره. یکی از ضعفاش حرارته، یعنی موقعی که میبرن منزل گرمش کنن تو میکروویو تو اجاق. قبل از مصرف بله. حتما هم خودشون با دستکش به این نون دست بزنن و بگیرن و ببرن، یعنی خیلی از دستمالی کردن نون، دست به دست کردن نون جلوگیری کنن. نانهای کارخونه‌ای و یا نانهای فانتزی که
پخته میشن اینها چطور چه شرایطی داره؟ بله اونام چون بسته‌بندی میشن رعایت بهداشت رو در کارخونه انجام میدن، یعنی که تمام نکاتی رو که من خدمتتون عرض کردم تو کارخونه جات این رعایت انجام میشه. خوشبختانه چون بسته‌بندی شده است تو حمل و نقلم کمتر مشکل پیدا میکنن. شستشوی مکرر دست‌ها، استفاده از ماسک و کلاه مناسب، استفاده از کارتخوان توسط مشتری و عدم استفاده از فول نفت از جمله نکاتی است که باید نانوایی‌ها برای جلوگیری از شیوع ویروس رعایت کنند. نانوایی‌ها از جمله مشاغلی هستند که به طور مستقیم با سلامت مردم در ارتباطن که میتونن با رعایت نکات بهداشتی از شیوع بیماری جلوگیری کنند و سلامت نان رو افزایش بدن. ناهیده خدادادی، خبرگزاری صدا و سیما. من در تکمیل گزارش همکارم در مورد مصرف نون یه نکته خیلی حیاتی رو تذکر بدم و اون این که ما اغلب همه مواد غذایی رو یا میپزیم میخوریم یا مثلا میوه ها رو میشوریم میخوریم، بنابراین میتونیم مطمئن بشیم که با رعایت نکات بهداشتی مبتلا به کرونا نیستن. نون یه مقدار قضیهش فرق میکنه. نون حتی وقتی پخته میشه درسته که هیچ ویروسی نداره، اما در مسیر حمل و استفاده تا منزل یا هر جایی که میخواییم اون رو مصرف کنیم ممکنه که دوباره آلوده بشه. بنابراین خواهش میکنم نون رو حتما قبل از مصرف در منزل، حتما در وسایلی مثل ماکروفر یا روی اجاق گاز یا هر وسیله‌ای که میتونید داغش کنید داغ کنید و بعد بخورید، چون درسته که ویروس هاش موقع پختن از بین میره، اما در مسیر جابجایی و هم امکان آلودگی در اون بسیار زیاده. حتما نونو داغ کنید و بعد با خیال راحت انشالله مصرف بکنید. اما خانم ها همپای مردان در جبهه نبرد با کرونا. گروهی از خانم های قومی کارگاهی رو برای دوخت لباس مورد نیاز شبکه بهداشت و سلامت راه اندازی کردن و کار جهادی میکنن. تصاویری که این روزها از مراکز درمانی منتشر شده میگوید جنگی تمام عیار علیه کرونا در جریان است، جنگی همراه با جانفشانی و جهاد. بله خونت کرده بود. بله خیلی رسیدگی کردم پس. اما این جهاد تنها در بیمارستان ها نیست، محدود به مراکز درمانی هم نیست. بسیاری از خانه های این شهر حالا سنگرهای ساده ای هستند برای مقاومت و ایستادگی. و این کارگاهی که قبلا لباس‌های فرم مدارس را می‌دوخت و حالا پشتیبانی است از جبهه جهادگران سلامت. ما داریم لباس‌های زله بیمارستان برای پرستارا و دکترای عزیزمون رو می‌دوزیم. 10 نفر فقط در این کارگاه فعالند و روزانه بیش از 200 دست لباس ایزوله مخصوص کادر درمان بیماران کرونایی را روانه بیمارستان‌ها می‌کنند. شاید نهایتاً 4-5 ساعت تنه یه پرسنل بیمارستانی باشه. فکر میکنیم خانواده‌های خودمون در معرض این خطر میرن. هر کس هر چه در توان داشته به میان آورده، کوچک و بزرگ هم نمیشناسد. 40 سال همین که کارهای کوچیک بتونم کمکشون بکنم خب خودش خیلیه. و حالا همین روحیه جهادی باعث شده کاری بر زمین نماند. کاری که از دستمون بعد میاد الان باید این دوره بعد انجام بدیم، به خاطر اینکه حالا عقب نمونه کار یا اینکه بتونن کار پیشرفت داشته باشه دسته‌بندی میکنن و منده میبرن. و این روحیه بیش از هر چیزی یادآور روزهای دفاع از آب و خاک است، جایی که مردم در پشت جبهه از جان مایه میگذاشتند و رزمندگان در خط مقدم جانبازی میکردند. حالا هم مدافعان سلامت در راه مردم ایثار میکنند و همان مردم از خودگذشتگی بی آنکه مزد و منتی باشد. اون حال و هوا رو تو الان توی فضا احساس میکنم. مثل اینکه فقط کمک کنیم به همه. دوستشم منم شبیه کادر درمان تونسته باشم کمکی بکنم به مردم. و این نشانی است از اینکه در مسیر نورانی جهاد روندگان سعادت هرگز از حرکت باز نخواهند ایستاد. همین زنان و مادران عشق به جهاد را در دل فرزندان این آب و خاک نهادی نمی‌کنند. علی صادقی، خبرگزاری صدا و سیما. شما میتونید کرونا ویروس یا کووید 19 صدام کنید. امروز درباره خورد و خوراک میخوام براتون بگم. تا حد امکان مایعات کافی و فراوان بنوشید. وسایل مورد استفاده مواد غذایی قاشق، چنگال، کارد و لیوان رو مشترکاً استفاده نکنید.
برعکس انجماد که روی ما اثری نداره، پختن موثره. بهتره حتی نون رو توی فر یا توستر داغ کنید و استفاده کنید. اگر مشکل پرهیز غذایی ندارید، مواد مغذی کافی استفاده کنید. سعی کنید پروتئین دریافتی روزانه‌تون 10% باشه. همینطور میتونید مصرف آرژنین که یک نوع آمینو اسیده، اسید چرب امگا 3، ویتامین آ، ویتامین ای و مصرف روی و سلینیوم میتونه خیلی موثر باشه. مطالعات اخیر نشون داده ویتامین دی از ابتلا به عفونت‌های تنفسی به ویژه ویروسی جلوگیری میکنه. همینطور ویتامین B6 و B12 در تولید سلول‌های سفید خون نقش حیاتی دارن. حضرات آیاد مکارم شیرازی، نوری همدانی، صافی گلپایگانی و جوادی آملی با قدردانی از مدافعان سلامت وطن و جامعه پزشکی بر ضرورت عمل به توصیه‌های بهداشتی و پزشکی و دوری از اجتماعات برای مقابله با شیوع بیماری کرونا تأکید کردند. حضرات آیاد ضمن توصیه مؤمنان به بهره‌گیری از قرآن و دعا و توسلات برای عبور سربلندان از این ابتلا، پیشگیری رو بر مقدم بر درمان و حفاظت از جان رو بر هر فردی واجب دونستن. از این رو اگر فردی با سهل‌انگاری موجب سرایت بیماری واگیردار به دیگران بشه، مسئول جبران هزینه ها و عوارض اون هست. متخصصان روانشناسی هم آرامش و طمأنینه روحی رو در حفظ سلامت جسم مؤثر میدونن. اگر کسی مشاوره روانشناسی لازم داره، میتونه به سامانه تلفنی 1480 که به همین منظور اعلام شده زنگ بزنه.